جناب یاسین صاحب، من تشکر میکنم، ولی ملت ما بالاخره امیدواری را دارن که بخیر این مشکلات رفع شود و یک فضای صلح و امنیت در کشور ما برقرار شود، که خدا کنه که چنین روز شوه. ولی در حاصل یعنی اگر خود پارلمان افغانستان طرح داشته باشه که طرح خوبی برای بیرون رفت از این موضوع باشه، که مورد قناعت جامعه جهانی هم باشه، چی خواد باشه جناب یاسین صاحب؟ ما طرحهای امنیتی را به حکومت پیشنهاد کردیم از 3 سال به این طرف. بله، که در لابلای از این صحبت ها با مخالفین دولت و یا حکومت افغانستان اونجا طرح شده، لیکن طرح مشخص ما نداریم، چرا که یک ابتکار و یک انیشیتیو حکومت بوده و تا حال ما در جریان نیستیم. خب ما تشکر میکنم جناب یاسینی صاحب که با وجود مصروفیت ها شما حاضر شدین لحظات با ما صحبت کنین، و در پایان صحبت اگر شما به نمایندگی از پارلمان افغانستان با هموطنان گرامی ما که بی صبرانه و بسیار پریشانانه اوضاع افغانستان تعقیب میکنن، اگر صحبت داشته باشین، پیامی داشته باشین، ما از شما خوش میشم. ما شخصا با جناب شما احترامات خود مجددا تقدیم میکنم و به بیننده های شبکه تلویزیونی شما و جهان سپاس از علاقه تان با وطن تان و از همه افغان های مقیم خارج و مخصوصا در کانادا و در ایالات متحده آمریکا و در اروپا، که دلهایشان با مردم خود میتپیجه و همدردی داره، و این یک نشانه از افغانیت شما و از وطن پرستی شما. خدا شما را در حفظ خود داشته باشه، و ما مطمئن هستیم که شما زیدخل هستین، اگر چی فیزیکلی اگر جسمان شما دور از وطن هستین، لیکن تمام حواستان با وطن تان است، و شما حتما هیچ مساعی در دریغ نمی کنین در راستای ترقی و تعالی و آرامی و آسایش مردم تان و وطن تان و اعاده احترام و قانونیت و در جامعه در بابین جامعه بینید کشور ما شما بخیر که یک کشور سرفراز و جا رول و جایگاه خود داشته باشد. جهان سپاس و سلام های ما را بپذیرید. ما جناب یاسین صاحب صحبت ها خود زیاد دست، معمولا مخصوصا که شما بزرگا پیدا شوین، برای اینکه پیدا کردن هم مشکل از مشکل به خاطر از اینکه لینای تلفن معمولا مشکلات می داشته باشه، اما چون موضوع صحبت امروز در رابطه با طرح پارلمان بود، البته ما در برنامه آینده تلاش میکنیم، چون مسئله انتخابات پیش رو است، مسئله انتخابات ریاست جمهوری، پارلمان و بعض مسائل دیگه، در برنامه های بعدی انشالله ما بیشتر مزاحم شما خواهد شدیم. و بار دیگه من شما سپاس میکنم که در برنامه امروز اشتراک کردین. خداوند شما را با دوستایی که واقعا در کمر همت خدمت برای وطن و وطندارا بستن، موفقیت های بیشتر در باره خالق یک تا آرزو میکنم. بر دو دیده جناب خالص، ما در خدمت هستم و بازم تشکر میکنم.